پس از چاشت شما بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در تازه ترین فرمان رئیس جمهور، تعداد از افراد سرشناس و تجار ملی افغانستان با عضویت کرکت بورد افغانستان یا نهاد کرکت افغانستان در آمدند و ای افراد اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان هست، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان، دکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی ریاست جمهوری، فریدون الهام معاون روابط و آگاهی عامه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، نسیم الله دانش رئیس عمومی کرکت بورد کشور، عبدالرحمن الکوزی تجار ملی، سید سلمان سادات تجار ملی، احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون خصوصی دنیا را در ترکیب کرکت بورد افغانستان اعلام کردند و این افراد هستند که قرار است پس از این به عنوان کسایی که داخل در کرکت افغانستان هست کار بکنند. حالا خواستیم روی این فرمانی که رئیس جمهور داشتن و همچنان فرمانهای قبلی که داشتن در مورد ورزش افغانستان که اولین فرمانشان برقرار ساختن و نصب دو تن از اعضای کرکت افغانستان، هر یک آقای نسیم الله دانش به حیث رئیس کرکت بورد افغانستان و شفیق الله استانکزی به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بود و فرمان دومشان هم به تعلیق در آوردن سمت آقای کرامدین کریم رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان بود و حالا در سومین فرمان می‌بینیم که یک گام متفاوت‌تر برداشته شده و بر ورزش افغانستان این گام چگونه خواهد بود با تحلیل بیشتر و در مورد فرمان‌های آقای رئیس جمهور در استودیو با ما جنرال صاحب عسقری، جنرال سکندر عسقری، یک تن از آگاهان ورزش همراه هستند. شما رو خوش آمدید میگم جنرال صاحب. می‌خوام در مورد این بفهمیم که فرمانی که رئیس جمهور داد، فرمان سوم، چی معنی رو میتونه داشته باشه پس از دو فرمان اولی و دومی؟ تشکر. با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز و شما و با عرض تسلیت به خانواده شهید که در آخر در دفاع از وطن جام شهادت نوشیدند، با عرض تسلیت بر اونها و بیشتر بر این بر شهیدا، ما خدمت شما عرض برسانم که بعد از آمدن به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی، یکی سیومی فرمان رئیس جمهور در ارتباط ورزش افغانستان، یک شما برای شما همگی برای جهانیان معلوم است، در افغانستان برای ملت افغانستان معلوم است که می ورزشکارای افغانستان بود که افغانستان در جهان مطرح ساختن و بیرق افغانستان به اعتزاز در آوردن، اما با اثر کمبودیا و نواقص هایی که بوده و بی توجهی هایی که دایت رهبری حکومت قبلی و حکومت فعلی با وجود آمده، یک سلسله نواقص های زیادی با بار آمده که ورزش افغانستان هم به طرف یک بحران خطرناک روان است، که چنانچه ما شاهد سنه بودیم. اولین فرمان در ارتباط تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، دومیشم معنی چیز و سومیشم این فرمان دیگه که جدیدا پیمای سر چیز کردن. خب این فرمان چی نقش داره دخن؟ خب اجازه بدید میام سر موضوع سر چیز میام. به خاطر از یک بهواز از اینکه مشاورین جناب رئیس جمهور مشورای درست برشان بده که یک ورزش یگانه، یک ملیت، یک وحدت، یک پارچه، یک چون حکومت ملی است، حکومت وحدت ملی است باید پارچه. همونطور که ورزش در قبلا یک ورزش ملی بوده و این را باید تا آخر باید داشته باشیم، نه با این فرمانایی که ایجاد شده، این فرمانایی شما در ورزش حال یک بمب، قبلا یک بمب دو هوا بود ولی حال یک بمب سه هوا شده. خب اون هوا خودم هواها بودن و حالا قبلا یک هوای دیگر اضافه شدن. قبلا یک تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بود، وقتی که المپیک از تربیت بدنی جدا شد ورزش به طرف بحران رفت. بار دیگه که کرکت جدا کردن از ورزش جدا کردن، یا یک بحران بسیار خطرناک شد و هم بار که یک ورزش گرفتن پارچه پارچه ساختن که بین ما افتخار به تمام ملیت افغانستان میکنیم، ما افتخار به تمام ورزشکارای افغانستان میکنیم. اگر از نگاه شخص خودم بگویم، اولین کسی که کرکت بورد تشویق کرد ما بودیم، در بنیاد تشویق ورزشکاران رفتیم تشویق کردیم وقتی که نو ایجاد شده بود، ولی هدف مده است که ما باید یک دست یک پارچه باشیم. ما همچه فرمانی که از طرف رئیس جمهور آقای غنی صادر شده، یه مانند فرمانای چند فرمان دیگه ای داده که وطن به طرف بحران رفت، این ورزش هم به طرف بحران رفت. شما فکر کنید که کرکت باید بهترین فرمان چی فرمانی بود که یک وزارت ورزش و سپورت ایجاد میکردن، که در اصل از یک وزیر ورزیده را میآوردن که تمام ورزش اداره میکرد، از بخش سپورت، از بخش کرکت، از بخش فوتبال، در مجموع تربیت بدنی و همه ورزشکارا را یک دست یک پارچه میساختن. خب ولی حال بسیار از دیدگاه من ورزشکارای فرمان یک نوع سرمایه‌گذاری خیلی قوی روی کرکت افغانستان است و کرکت هم دستاوردهای زیاد
داشته، ارزش ارزش سرمایه گذاری را هم داشته. پس در کجا از این فرمان شما میبینید که میتونه به بحران ببره؟ چون ما مخالفت نداریم، ما کرکت افتخار وطن ماست، بایرق افغانستان میشه در افتزار در آوردن، ما با تک تک کرکت ورزشکارای کرکت افتخار میکنیم. ولی مشکل در اینست که ما پیشتر اشاره کردم که باید یک وزارت سپورت جور میشد که کرکت، تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک همه در چوکات یکی میامدن. ولی ما به خاطر از اینکه ورزش به طرف بحران میره که حال فوتبال ورزشکار نیست، دیگر اشتای تکواندو ورزشکار نیست که افتخارات برای افغانستان میاره، دیگر دخترایی که در بخش های ورزش های دیگر کار میکنه او افتخار ورزشکار نیست. این یک سیگانگی در بین ورزشکارها ایجاد کردن است. خب اگر این فرمان بر رشته های دیگر هم ادامه پیدا بکنه و به همین شکل رشته هایی که میتونن دستاورد های خوب را داشته باشن، از جمله میتونیم از تکواندو نام ببریم، از فوتبال، از بسکتبال، از رشته های دیگری که داشتن در آسیا و المپیک و همچنان در جهان مدال هایی را داشتن، اگر این فرمان بر از اونا هم همین قسم تقسیمات صورت بگیره و افراد را به خاطر کار بر از رشته ها انتخاب بکنن، به نظرتان چه تاثیرات رو اگر تو تقسیمات صورت بگیره مثل حکومت وحدت ملی که فعلا با بحران رفت، دو تا رهبر وجود داره، این ورزش هم به می سیستم ادامه پیدا میکنه. پیدا کردم شما میبینید که ورزش چقدر بحران رفته، سر صدای جوانای ورزشکاری که بر شکم گرسنه میرن تمرین میکنن و از افتخارات برای کشور خود کمایی میکنن از بیرون از مرز افغانستان، ولی امروز در سیپارچگی قرار گرفته. این خودش یک بحران بسیار خطرناک است. ما با این مخالفت نداریم، ما خوش هستیم، ولی همین کاش یک وزارت سپورت جور میشد، کرکت بورد، تمام بخش های ورزشی میام در چوکات یک وزارت سپورت در راستش وزیر، یک وزیر ورزیده، مینای ورزیده، رئیس های ورزیده را تعیین میکرد که بسیار خوبتر و بهتر. شما چی میبینید؟ چقدر پول ایف مایل میشد اینجا؟ نمی کرکت بورد آقای زاخی وال رئیس کرکت بورد بود، تا امروز کس حاضر نکرد که جواب بده. حق ورزشکارا را خواستن، خوردن و حق ورزشکارا را بیهوده به جای مصرف کردن، بر اختیار ورزشکارا ندادن. خب و همینطور بعدی هاشم ما فکر میکنیم اگر این فرمان و به همین شکل وزرا و کسایی که تجار هستن در تمامی رشته ها کار بکنن، به نظرتون نتیجهش چی خواهد شد؟ و در همچون موقعی که ورزش افغانستان تاکنون سرنوشتش مشخص نیست، تا حالا رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان مشخص نیست چی کسی هست و مشکلاتی که در تکواندو بود تا حال پابرجاست و ما کمتر از یک سال و یک سال چند روز تقریبا برای المپیک 2016 داریم، به نظرتون جای فرمان، کدام فرمان میتونست به نفع ورزش افغانستان قرار بگیره؟ ما بیشتر خدمت شما عرض میکردیم که رئیس جمهور های مشاورینی که مشوره داده که همچی یک فرمان را صادر کرد، بسیار یک مشوره اشتباه برش دادن، مشوره غلط دادن، به ورزش به طرف بحران بردن. بهتر شی بود که یک وزارت جور میکرد و تمام این کسایی که تجارای ملی هم علاقمند ورزش هستند، تنها در کرکت بورد نه، این کسایی که شما اینجا نامش هم میبینین یاد کردین، من در فرمان هستم، من مشخصم دوستایم هستن، اینا در هر بخش دسترسی امکاناتی که داشتن در خدمت ورزشکارا گذاشتن. ولی یک موضوع، یک چیزی را اینا در این فرمان گنجاندن که اصلا اینمی تجارای ملی که هستن فقط برای از این کرکت بورد باید جور شده باشن، تمام کنات در اختیار از کرکت بورد بتن، در اختیار فوتبال نتن، در اختیار بخش های دیگه نباید بتن، اینا کل مصرفیت شان. اگر اینا یکی می بودن، یک ورزش، یک وزارت می بود، می تونستن که یا به صورت درستش همین مردم ها عضو بورد از وزارت می بودن، بسیار یک چیز خوب می بود. بنابر گفته شما این تاثیرات تو روی رشته های دیگه خواهد گذاشت. بله. در مقابل چه تاثیرات مثبت می تونه روی کرکت افغانستان داشته باشه؟ روی کرکت افغانستان تاثیرات خوب داره، ولی ما تا جایی که خبر دارم و میفهمم دیدم کرکتم یا اعضای کرکت، اعضای تیم ورزشی کرکت که میرن افتخارات از بیرون به افغانستان میارن، علاقمند از این نیستن که ورزش پارچه پارچه شوه، علاقمند از این نیستن که تنها کرکت بورد در رشد باشه، علاقمند از این نیستن که تمام ورزش افغانستان در رشد باشه، و در رشد کنه و افتخارات برای افغانستان بیارن. چنانچه که آوردن اینا یک همبستگی خوب دارن، یک اتحاد همبستگی بین تمام ورزشکارای کشور ما وجود داره، اینا هم طرفداری یگانه نیستن. خب اکثر تجار در رشته های مختلف آمدن کمک کردن تا حال، اما هیچ نوع تشکری از اونا به شکل صورت نگرفته که اونا علاقمند شن بر بار دیگر هم بیاین سرمایه گذاری بکنن. به نظرتان در جنبه غیر از این فرمان و در جنبه شخصی که فدراسیون ها میرن و بازاریابی میکنن بر فدراسیون ها، حالا وضعیت سرمایه گذاری روی ورزش در چی وضعیت قرار داره؟ چون امی جا داره که ما همیشه، خود من شخصا همیشه است طریق رسانه تشکری از تجارای ملی کشور کردیم، ولی کجا گذاشتن می حکومت و همین رهبری حکومت کجا گذاشت که ورزش یک رهبری سالم داشته باشه که بتونه تشکری از تجارای ملی کنه، که تشویق کنه تجارای ملی را به ورزش. شما چنان شاید ما و شما شاید صحنه خود ما شما هستیم که
چقدر سرمایه گذاری در تجارت کشور افغانستان در بازسازی ورزش در مکانهای ورزشی کردن، ولی راستی هم که برای از اونها کسی احترام قائل نشد، به خاطر از اینکه در اداره سالم وجود نداره در اداره ورزش. و اگر میموندن یک کسی که سالم در میتونست حاکم بود و میتونست ورزش در تا جایی که رشد داده بود و میتونست ادامه میداد، او با بسیار با پیشونی کشاده قدردانی بسیار خوبتر و بهتر میکردن. خب اگر وزارت به نام وزارت ورزش ایجاد شود، به نظر شما چه تاثیرات میتونه روی ورزشکار داشته باشه؟ آیا ورزشکار او زمان هم مثل حال به این شکل و بیچارگی خواهد ماند یا که تغییرات در وضعیتش ایجاد شود؟ نه، اگر وزارت سپورت جور شود، یک وزارت جور شود، تمام ورزشکارا میفهمن که کی وزیر ماست، کی نفر اول ماست، مشکل ما با کجا حل میشه، امکاناتی که به طریق وزارت بیاد اونجا یک بورد، همین تو که یک بورد جور شده اونجا یک بورد جور میشه، تقسیمات عادلانه نظر به کار فعالیت فدراسیون در اختیار فدراسیون همه چیز میگرده تقسیم میرسه و صدای ورزشکارام نمیره و ورزشکارام مطمئن میشن و اعتماد بیشتر پیدا میکنن. همواره از این شکایت داشتن که تقسیماتی که وجود داره نظر به رشته هایی که دستاورد دارن نیست، نظر به فدراسیون ها به شکل دلخواه خود مدیرانه که در نهادهای ورزشی هست تقسیم میشه. حالا رئیس جمهور روی یک رشته ای که ارزش سرمایه گذاری را داره سرمایه گذاری کرده، پس از دیدگاه شما چرا میتونه این مشکل بار باشه و چرا میتونه ورزش ها به بحران ببره؟ خب مثل فرمان رئیس جمهور همه فرمانهاش همه چیزشان، شما ببینید فرمان خودی یعنی مثل فرمان رئیس جمهور همه کارشان، به خاطر از اینکه اگر رئیس جمهور هستی، رئیس جمهور کل هستی، رئیس جمهور یک پتروسون نیستی، رئیس جمهور یک قوم یک ملیت نیستی، تو چرا اولین کار کردی اومدی؟ به خاطر از اینکه تو ملی باید باشی، تو احمدزی پس کردی، به خاطر از اینکه اشرف غنی احمدزی بود و تنها محمد اشرف غنی مون، به خاطر از اینکه ارتباط بگیره به تمام ملت افغانستان و نباید تو فرمان صادر میکردی، تو یک بمب سی هوا جور میکرد، المپیک تربیت ورزش افغانستان و سه پارچه تقسیم شد، تربیت بدنی المپیک با کرکت، یک بوران بسیار خطرناک است. سپاس از اینکه در برنامه حضور داشتین. بیننده عزیز، تحلیل از فرمان که رئیس جمهور در آخرین روزها برای کرکت بورد افغانستان داشتن و برای ورزش افغانستان که سومین فرمان در مورد ورزش افغانستان در چند ماه ریاست جمهوری و حکومت وحدت ملی افغانستان بوده. حالا ورزشکارا هم در این مورد نظریات مختلف را دارن و امروز آقای اصغری را در برنامه داشتیم که اینا گفتن میتونه ورزش های فرمان به بحران ببره. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر از ورزش افغانستان، خدا و نگهدارتون.